سلام و ست سلام خدمت همه شما عزیزان مرسی که بیننده کانال آشپزی با نیلوفر هستید دوستان عزیز امروز خبری روی بی بی سی فارسی اومد بالا همون دقایق اولیه این خبر رو که دیدم گفتم به به آفتاب آمد دلیل آفتاب هرچند که این خبر خبر تازه نبود ولی بی بی سی فارسی به عنوان یک خبر تازه آپلودش کرد بازم جای شکرش باقیه که برای شما ایرانی ها در این مورد مطلبی و نوشت چیزی که من همیشه و همیشه به شما عزیزان متذکر شدم به اون دسته از یوتیوبرها یا اونهایی که در فضای مجازی دارن آشپزی آموزش میدن متذکر شدم که دستورات غذایی ایران رو خراب نکنید اگر میخواهید یک غذا ابداع کنید به قول خودتون پس سعی کنید غذایی رو ابداع کنید که به غذای اصلی و پایه لطمه نزنه این خبر باعث شد که من امروز این ویدیو رو آپلود کنم و در این رابطه یک صحبتی رو با شما عزیزان داشته باشم خبر چیه که انقدر مهمه خبر در رابطه با جنگ غذاست بله درست شنیدید جنگ غذا دعوا بر سر برنج و باغلبا شش جنگ غذایی مشهور دنیا رو اومدن قلم زدن در صورتی که همونطور که خدمتون گفتم این جنگ ها جنگ های دیرینه است اما بی بی سی امروز برای شما این رو آپلود کرده این خبر خبر تازه ای نیست خبر بسیار کهنه ای هم هست در واقع ولی خیلی خوبه که بازم آپلود کرده تا اون دسته از بینندگانی که هی میان میگن خانم نیلوفر بزاست دیگه چرا شما داری بزرگش میکنی؟ بزا هر کسی هر جور دوست داره آموزش بده نزیزم نمیشه قانون داره هر چیزی روش و راهکار خاص خودش رو داره حالا ببینیم کدوم کشورها جنگ دارن بر سر قضا اصلا این جنگ چه نوع جنگیه به خاطر قهدی و گرسنگیه یا نه؟ چیز دیگه ایه؟ این جنگ بر سر گرسنگی و قهدی و اینجور چیزها نیست این جنگ بر سر مالک بودن رسپی کشورهاست اولین جنگی که کارش بالا گرفت و وزیر و امور خارجه و اینجور هرپا ها پا پیش گذاشتن جنگ کره جنوبی و چین بود سر چی؟ سر کیمچی؟ سر یک ترشی کلم، کلم کلم چینی کیمچی ببینید چقدر مهمه حالا کیمچی کره جنوبی با کیمچی چین چه تفاوتی داشته سر یک مقدار سرکه چین با آب و نمک این کار رو انجام میده کره جنوبی سرکه اضافه میکنه به همین راحتی اما کار انقدر بالا گرفت که به جاهای رسید که رسانه شد و بحث و جدل ها به پا شد راجع به این پس فکر نکنید دستور غذایی یک کشور یک چیز کوچیکیه نه قدمت و فرهنگ اون کشور در کنار اون غذاست و چین داشت از قدمت تاریخی خودش دفاع می کرد و جایی که کره جنوبی مجبور شد عذرخواهی کنه دومین دو جنگی که وجود داره جنگ سیب زمینی هستش بله سیب زمینی دو کشور شیلی و پرو ادعا میکنن که زادگاه و خواستگاه سیب زمینی از اونها هستش حالا کدومشون درست میگن فعلا جنگی بر سر این مطلب جنگ سوم خاطر هموسه این مزه خوشمزه لبنانی که اسرائیلیا ادعا میکنن مال اوناست حالا خودمونیم بین خودمون واقعا هموس مال اسرائیله یا مال لبنانه ولی بینشون جنگه حالا بریم به کشورهای دیگه نمیدونید چه جنگی برپا شده جنگ برنج برنج جلوف برنج جلوف یکی از غذاهای آفریقاست که خیلی شبیه به دم پختک گوجه خودمون هست که به اشتباه بهش میگن استانبولی پلو من موندم آخه یه اسم کشور بیگانه چرا باید روی غذای ما باشه اصلا ترکیه همچین غذایی رو نداره چرا باید اسم استانبول ترکیه روی برنج ما باشه روی غذای ما باشه در صورت که اسم اصلی این غذا دمپختک گوجه است اگه بخوایم اسمش رو به لحجه و گویش شهرهای دیگه صدا کنیم باید بهش بگیم دمی گوجه چه ربطی به استانبول داره من نمیدونم حالا بگذریم اینها همون اشتباهاتیه که وارد غذای ایرانی شده و جلوش و نگیری بدتر از این خواهد شد جنگ برنج جلوف بین کیاست بین کشورهای غرب آفریقا سنگال غنا نیجریه گامبیا سیرالئون لیبریا و کامرون اینا همهشون ادعا میکنن جلوف مال ماست بعد ایرانی میاد میگه این غذا مال ایران نیستش که مال ترکیه است بورک مال ترکیه است دست شما درد نکنه ما شاعر داشتیم در زمان حافظ راجب بورک شعر گفته از کی طالب بورک مال ترکیه بوده ما خبر نداشتیم اینها دردهای جامعه ماست که همین نکات کوچیک رو وقتی بهش بها نمیدی کشورهای دیگه میان مالک میشن و ادی خودی هم کمکشون میکنه که زودتر مالک بشن غذای ایرانی به نام ترکیه زده میشه خیلی از غذاهای تبریز و اردبیل وارد ترک ها شده و ترک ها ادعا میکنن مال اونهاست در صورت که بیس و پایش در ایران بوده و متاسفانه متاسفانه ادعای ایرانی در دنیای مجازی ها فشاری میکنن که نه الا وللا اینها مال ترکیه است همچین چیزی نیست اینها یه بخشش هم مقصه شما بیننده ها هستید که باعث میشید که کانالشون وایرال بشه ویدیوهاشون وایرال بشه و دیده بشه با لایک و نمیدونم سابسکرایب کردن های بی خودتون باعث میشید که دیده بشند و اشتباه ترویج پیدا کنه خیلی راحت جنگ بعدی دقیقا جنگ ترکیه و یونانه سر چی؟ سر باغلبا بله سر باغلبا ترکیه میگه باقلوا مال منه یونان میگه نه بابا مال منه اینا فعلا جنگ و بحث دارن در این زمینه اما ایرانی میاد میگه چی؟ میگه باقلوا ترکی در صورتی که باید ببینی باقلوا مال کدوم کشوره و کدوم کشور ورش داشته به نام خودش میزنه اینا رو با سی یک مقدار دقت داشته باشید و آخرین کشوری که در حال حاضر جنگ داره بین هند و پاکستانه سر چی؟ سر برنج بسمتی هند میگه برنج بسمتی مال منه پاکستان میگه نه 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 مال منه و در این وسط ایرانی چی میگه وقتی کسی مثل من در این مورد صحبت میکنه و میگه داشته هاتون و حواستون باشه اینقدر بی ای اثر و اینقدر خونسا نباشید چیزی که مال خودتون هست چیزی که متعلق به کشورتونه حواستون باشه یه کسی مثل من وقتی میاد راجبش صحبت میکنه یه عده میان میگه خانم نیلوفر بابا قضاس ولش کن زیاد سخت نگیر ببخشین چی چی رو سخت نگیر قضا قضا یک فرهنگه فرهنگ و سنت و اصالت و قدمت کشور ایرانه چرا نباید سخت گرفت الان از یک طرف اسرائیل میگه سالاد شیرازی مال منه از اون طرف ترکیه میگه نه این سالاد چوبان منه حالا گوش کنی هر دو این هم جالب توجه این هستش که میگن بهترین سالاد با خیار ایرانی خوبه که درست بشه پرژین کیوکامبر پس اگر بناس این سالاد با خیار ایرونی درست بشه پس این سالات زادگاهش ایرانه شما با چه مجوزی به نام خودت ثبتش کردی؟ چون ملت ایران سکوت میکنن و میخوان خودشون رو آدمای بالا نسبت شماهایی که میشنوید حالا اون ادهی که خودشون میدونن منظورم با اونهاست متشخص نشون بدن میگن سکوت کن هیچی نگو ببخشید برای چی باید سکوت کنیم سکوت کردید مولوی رو بردند زدن به نام خودشون ابو ریحان بیرونی رودکی فردا راضی هم میزنن به نام خودشون قصه نخورید این خبر که اومد بالا از صبح تا حالا دارم با خودم کلنجار میرم صحبت کنم راجبش یا نکنم آخر سر گفتم بابا صحبت کن بالاخره باید یک جا راجب این مطلب صحبت بشه در قریب به اتفاق ویدیوهام در این رابطه صحبت کردم لطفا مواد کشورهای دیگر وارد غذای سنتی ایران نکنید مثل پول بیبر ترکیه مثل سویاسوس چین مثل پنیر چدار اینها رو وارد غذای ایرانی نکنید شما اگر میخواید غذا درست کنید یک غذای جدید به نام خودتون به هر شکلی که مایل هستید درست کنید هرچی دلت میخواد توش بریز ولی غذای سنتی ایرانو که نمیتونی خرابش کنی شده حکایت کباب کوبیده بابا ما یه مدل کباب کوبیده داریم الان پنجاه مدل آموزشش میدن ما یه مدل آبگوشت سنتی تهرون و آذری داریم الان شده هفتاد مدل آبگوشت همه میان ادعا میکنن یا ما شف هستیم یا سراشپز فلان یه دم با یه هنر دیگه میان میان میگن ما آشپز حرفه‌ای نیستیم ما به سبک خودمون آموزش میدیم ببخشید شما از کی سبک داشتیم و خبر نداشتیم لطفا بگو سبک چی که ما هم بدونیم دوتا تا رسپی نشون بده که تو خودت نوشته باشی که ما بدونیم این رسپی مال شماست بعد در مورد تحصیلات در این رشته هم یک مقدار برای ما صحبت کن یه که این مدلی و متاسفانه این عده به قدری فعال هستند که شما خودتون بهتر میدونید با ولاگ و با این ور و اون بر دستورات اشتباه رو به خورد ملت میدن یعنی دویماج یک قضا یا میان وعده آذری هستش شما بیا ببین اینا چطوری آموزشش دادن اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه رسپی یعنی کاری میکنن که آدم میمونه در رابطه با اینها چی بگه رسپی یه چیز دیگه است اینا یه چیز دیگه آموزش میدن یه سری دیگه هم میان میگن که آره ما آشپز نیستیم ولی صرف مسافرت و صرف اینور و اونور رفتن و غذا زیاد خوردن و کار کردن ما آشپز شدیم اوکی بعد میان همچین صحبت میکنن که تو میگی بابا گوردن رمزی هم این مدلی آشپزی نکرده میان کلا تیشه میزنن به ریشه آشپزی ایران با کلمات قلمبه سلمبه و خارجکی کل آشپزی ایران رو زیر و رو میکنن شخم میزنن خب اگر تو آشپزی نکردی اگر تو دوره ندیدی اگر تجربه آشپزی درست سنتی رو نداری پس دیگه چرا آموزش میدی آموزش نده بگو من تو خونم اینطوری این مواد رو قاطی میکنم بهش میگم این دقیقا شده اینو دارم جدی میگم و مطمئنم خود شما هم ایمان دارم که میدونید من چی میگم حکایت فسنجون خورشت فسنجون ما کی توش انار دون داشت کی دونه های انار رو میریختیم ما تو خورشت فسنجون الان اصلا به گونه آموزشش دادن که با فسنجونی که در شمال ایران تهیه میشه زمین تاسمون فرق و متاسفانه اون اشتباه همهگیر شده چون این آدم ها اکتیبن و چون شما بیننده هی میری میبینی هی لایکش میکنی هی میبینی هی لایکش میکنی خب نکن دیگه عزیزم اگر بناس چیزی رو وایرالش کنی یک ذره ازش اطلاع داشته باش بخشی از این مطلب و این مسئله به واسطه توی بیننده داره ترویج پیدا میکنه چرا همه چیز رو علکی لایک میکنی جایی که باید لایک بکنی نمیکنی جایی که نباید لایک کنی هی میری تشویقش میکنی اونم که داره اشتباه خودشو همینطوری روی این اینترنت و دنیای مجازی ترویج میده دیگه به کمک توی بیننده شما داری تیشه به ریشه فرهنگ غذایی کشور خودت میزنی نگو یک غذاست مشکل نیست دیدید که امروز تو بی بی سی هنوز هست میتونید برید ببینید براتون خوندم در همین انگلستان یکی از شبهای معروف جهانی نه اینکه فقط در کشور انگلستان معروف بوده باشه جهانی معروفه در یکی از ویدیوهاش متاسفانه به خاطر مسائل کپی رایت من نمیتونم این ویدیو رو به شما نشون بدم برگشت گفتش که چی اینقدر میگید که غذای فرانسوی فرانسوی باید ما همش غذای فرانسوی رو توی کالج ها و نمیدونم دانشگاه آموزش بدیم ما انگلیسی ها خودمون غذا داریم و میتونیم غذاهای خودمون رو تدریس کنیم چرا این شف ها در این رابطه اینقدر حساسن؟ به خاطر اینکه خدمت یک کشور رو میخوان نشون بدن تاریخ غذای یک کشور رو میخوان نشون بدن بعد این آدما با واجه های قلم به سلمبه و خارجی و فارسی و همه رو با هم میکس میکنن به خورد بیننده میدن بیننده هم که ماشالله همینطور علکی لایک میکنه و اون ویدیو رو وایرال میکنه و خیلی راحت در دنیای مجازی ترویجش میده و همه گیرش میکنه من نمیتونم به این آدم ها بگم این مدلی آموزش نده چون در کنترل من نیست اما شما به عنوان یک بیننده میتونی نگاهش نکنی میتونی لایکش نکنی میتونی ازش خورده بگیری میتونی بهش ایراد بگیری که مجبور بشه بره یک مقدار مطالعه کنه بعد بیاد آشپزی بکنه آشپزی چیز کمی نیست کوچیک نبینیدش متاسفانه در جامعه ما آشپزی رو همیشه کوچیک گرفتن و هیچ وقت نشد که آشپزی رو به صورت آکادمیک تدریس کنند یا کتبی در این رابطه در موزه ها یا کتابخانه ملی ایران باشه البته در این دهه های اخیر رو کار ندارم قبل از سال 1298 هجری منظورمه اولین کتاب آشپزی ایرانی توسط خانم جوزفین در دوره قاجار نوشته میشه در سال 1298 خانواده ایشون نژاد و ریشه فرانسوی داشتن که در دوره قاجار پدر ایشون میاد وارد ایران میشه مسلمون میشه و توسط ناصر الدین شاه لقبی میگیرن حالا به خاطر اینکه میگن که ایشون غذاهای فرانسه رو برای ناصر الدین شاه میپخته و از اونجا ناصر الدین شاه بهش لقبی میده به نام رضاخان و بعدش که این آقا ازدواج کرده بود و داره دختری بوده دخترشون خانم جوزفین بودن که دستورات ایرانی رو جمع وری میکنن و در کتابی به نام تباخی نشاد به چاپ میرسونن که من این کتاب رو در سن 8 سالگی خریداری کردم به قیمت دو تومن و اون زمان یادم دو تومنی ها کاغذی بود یک رنگ گلبهی نارنجی فکر میکنم داشت که من این کتاب رو با پرداخت دو تومن کاغذی اسکناس خریداری کردم و اولین دستوری که از این کتاب پختم در سن نه سالگی بود که گردوش بود که بماند چطور در اومد البته چون من ابزارش رو نداشتم و با چنگال تخم مرخا رو هم زده بودم یک کیک شاید شبیه به نون بود که داستانش رو براتون حتما در یک برنامه تعریف خواهم کرد که ببینید من از کی و کجا اصلا شروع کردم به آشپزی ولی اولین تجربه پخت کیک من در سن نه سالگی بوده از کتاب تباخی نشات بعد دومین کتابی که توسط یک زن ایرانی مجددا انتشار پیدا میکنه کتاب خانم روزا منتظمی هستش و این کتاب رو من در سن دوازده سالگی خریداری کردم ولی با چه بدبختی و گرفتاری من این کتاب رو خریداری کردم باورتون نمیشه چون اون زمان جنگ بود و تحریم کاغذ به خاطر همین این کتاب با دفترچه بسیج به فروش می رسید حالا چرا دیگه اوناشو من نمیدونم ولی تا زمانی که من بخوام این کتاب رو بگیرم چندین بار من رفتم به اون کتاب پروشی که بخوام این کتاب رو بگیرم میگفت تموم شد و شاید سه چهار جلسه من با دفترچه بسیج میرفتم و آخرین مرحله بالاخره موفق شدم که کتاب رو خریداری کنم در سن دوازده سالگی البته اون کتاب رو من الان دارم که بسیار رسپی هاش با کتاب فعلی که شما ها میخونید فرق میکنه. البته رسپی های ایرانی نه بلکه رسپی های بین المللیش فرق میکنه اون هم به خاطر مسائل اسلامی و مواد غذایی اسلامی که کلا در چاپ های بعدی عوض شد. و بعد از خانوم روزا منتظمی همونطور که خودتون میدونید دیگه مثل قارچ کتب آشپزی بود که چاپ میشد. هر کسی که هر جور دلش خواست کتاب آشپزی نوشت و به نام خودش زد. این دو بانو خانوم جوزفین و خانوم روزا منتظمی به واقع در رشته آشپزی بودند و به واقع درست کتاب آشپزی رو نوشتند. حالا بگذریم که آیا رسپی ها در این دو کتاب همیشه درسته؟ باید بگم نه. برخیش درسته برخیش اشتباهه از چه نظر اشتباه از نظر میزان ولی از نظر سبک پخت و طرز تهیه درست هستش ولی مقادیر درست اعلام نشده اونم به خاطر مسائل رقابتی در کار بوده که همیشه باید به صورت راز و سیکرت در جامعه ایرانی میمونده تا دست زیاد نشه به خاطر همین من فکر میکنم این بخش رو صادقانه میزانها رو نمینوشتن من اینطوری فکر میکنم ولی سبک پخت سبک درستی بوده یعنی چه خانوم روزا و چه خانوم جوزفین هر دو سبک پخت رو درست نوشته بودن و تقریبا شبیه هم خیلی خیلی شبیه هم بگم 95 درصد تا 99 درصد شبیه همه اشتباه نگفتم تنها ایرادی که من میتونم به این دو کتاب بگیرم میزان و مقادیر هستش که همه جا درست نیستش و بعد از این دو عزیز دیگه هر کسی برای خودش کتاب نوشت افرادی که اصلا آشپز نبودند، و با رشته آشپزی اصلا سر و کاری نداشتن شروع کردن به کتاب نوشتن که یکی از این افراد نجف دریا بندری هستش که ایشون اصلا آشپز نبودن، شفر نبودن، استاد آشپزی نبودن اما کتاب آشپزی نوشتن به نام کتاب مستطاب آشپزی سیر تا پیاز که خود ایشون هم به واقع در کتاب خودشون نوشتن من اصلا آشپزی نمیدونم و آشپز نیستم ولی خیلی ها شاید ایشون رو استاد آشپزی بدونن ولی در واقع ایشون و ساده آشپزی نبودند اما کار خوبی که کردند این بوده که دستورات ایرانی رو تا جایی که می شده جمع کردن در کنار دستورات ایرانی دستورات ملل رو هم ایشون جمع کردن و در این کتاب قرار دادن که امروز روز در دسترس همه شما عزیزان هست به نظر من کارشون کار خوبی بوده و یک کتاب تقریبا میشه گفت جامعی هست البته همینطور که در دو کتاب قبلی به تون گفتم دستورات دارای اشکال هست در دستورات ایرانی هم یک سری اشکالات هست که به نظر من به اشتباه وارد این کتاب شده اما بازم من میگم دستشون درد نکنه که این کتاب رو جمعوری کردن و بعد از کتاب تباخی نشاد و روزا منتظمی یه کتاب مرجع میتونه باشه برای آشپزی اما اگر از من سوال کنید بگید بین این تا کتاب شما کدوم کتاب رو برای آشپزی ایرونی معرفی میکنید من میگم نشاد و روزا منتظمی چرا که این دو بانو خودشون آشپز بودند و دقیقا به کیفیت غذا آگاه بودند به رسپی و دستور غذا آگاه بودند و دستوراتشون هم دقیقا همخونی داره با دوره آشپزی ایرانی در اون زمان الان من احساس خطر زیادی برای دستورات آشپزی ایرانی میکنم چرا به دلیل اینکه تکنولوژی باعث ترویج سریع این دستورات هست و متاسفانه متاسفانه افرادی که اصلا تجربه آشپزی ندارن و آگاهی از آشپزی ایرانی ندارن خیلی هم در یوتیوب فعالن در دنیای مجازی فعالن شما خودتون به واقع من یقین دارم اگر یک دستوری رو ببینید برمیگردید میگید بابا این دستور این مدلی نیست باید این مدلی درست بشه من یقین دارم خود شما هم به اینجا رسیدید یا یک سری بچه های نوجبون بلند شدن اومدن دارن آشپزی ایرونی آشپزی اصیل ایرونی رو دارن آموزش میدن در صورتی که به اشتباه دارن آموزش میدن و دنیای مجازی شده جولانگاه اینها و شما بینندگانم که همونطور که گفتم اینها رو بالا میبرید و این اشتباه خیلی مثل برق و باد میپیچه بین جامعه ایرانی و غیر ایرانی و همه گیر میشه و اصلا چرا یوتیوب اومده شاید دلیلش همینه همینه که یک عده بیان داشته های یک کشوری رو خراب کنن و در نهایت اونهایی که اصالت دارن بمونن من یقین دارم یوتیوب همینطوری نیومده اجازه بده هر کسی برای خودش ویدیو درست کنه و برای خودش یک کانال بزنه پشت این سیاستی خوابیده که در آینده خودشونشون نشون خواهد داد و الان به نظر من اینها دارن جمعوری اطلاعات میکنن و این اطلاعات هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری داره ضبط میشه و متاسفانه متاسفانه اشتباهاتی که وارد غذای ایرانی میشه میتونه ثبت تاریخی بشه به خاطر همین مطلب از شما عزیزان خواهشی دارم اگر ارق ملی میهنی نسبت به کشورت داری اگر علاقه به اون آب خاک داری اگر قدمت غذای ایرانی برات مهمه لطفا ویدیوهایی که نباید لایک بشه رو لایک نکنید نذارید وایرال بشن و بینندهشون نباشید بذارید اینها یاد بگیرن که اگر بناس چیزی رو آموزش بدن به درستی آموزش بدن و اعلام میشه همین جنگی که الان هست بین غذاها فردا کی میخواد بیاد بگه که مثلا کباب کوبیده چه مدلی بوده الان که میبینید ماشاءالله هر کسی یه مدل کباب کوبیده میزنه هیچ کدومشون هم خوب در نمیان و قریب به اتفاق قریب به اتفاق نتیجه مثل چوب پنبه خشکه ولی همه هم ادعا میکنن که از اینجای گوشت بگیر از اونجای گوشت بگیر این مدلی بزن اون یکی بلد نیست من بلدم حالا به هر روی منم زیاد ادعایی ندارم در آشپزی آیا بهتر از من آشپز وجود داره در ایران صد البته وجود داره آیا من آشپز هستم و میتونم در این رابطه صحبت کنم بله که هستم هم در این رشته تحصیل کردم هم در این رشته تجربه دارم یک روز و دو روزم نبوده تجربیاتم تجربیات سالیان ساله و میتونم در این رابطه نظر بدم صحبت کنم خود من خیلی از دستورات رو ابدا کردم مثل تعدیق کنپلکس مثل تعدیق زمرد مثل آش رشته گوجه فرنگی و و و و ولی هیچ وقت به دستور اصلی دست نبردم خواهش که ازتون دارم این ویدیو رو تا جایی که میتونید انتشار بدید نه به خاطر من به خاطر کشورمون به خاطر قدمت غذایی کشورمون به خاطر فرهنگ غذایی کشورمون تا مردم بدونن نباید هر چیزی رو لایک کنن و نباید بیننده هر ویدئویی باشن که علکی بره بالا و در دنیای مجازی پر بشه و دیگه نشه جلوشو گرفت در هر حال براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و مرسی که همراه هستید و امیدوارم از تعصب بیایید بیرون و واقعیت قضیه رو یک مقدار بررسی کنید و ببینید آیا حرفای من درست هست یا نه آیا میتونه زنگ خطری برای فرهنگ غذایی ایران باشه غذاهایی که متاسفانه در این مسیر تغییر کردن رو حتما در ویدیوهایی که قرار آموزش بدم خواهم گفت یکیش بابیشگاه شمالی ها هست که الان خرابش کردن یک عده اصل داستان یه چیز دیگه است اینا یه چیز دیگه آموزش میدن یک خورشت آذری خوشمزه هم هست که مال شهرستان اردبیل هستش که متاسفانه هم اسمش رو اشتباه میگن هم آموزشش رو اشتباه میگن قیمه بیچک اردبیل رو میگن قیمه پچاق کل هم اشتباه در هر حال براتون بهترین رو آرزو میکنم و مرسی که همراه بودید خدا نگهدارتون